بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز سلام. به ادامه درسایی که ما شما در قسمت اره یا صفحا خواندیم و مثالایی هم کار کردیم، میاییم امروز در مورد قسمت اره های کار میکنیم که در اینجا ما شما مثال های دیگه ای را که از مثال های گذشته ما شما مانده و مثال ها را کار میکنیم. مثالی که قبلا ما شما داشتیم، برنامه بنویسید که تعداد از حروف انگلیسی را روی اسکرین نشان بده. ما شما تعداد از حروف انگلیسی را با هر رویش مختلفی که ما شما قبلا یاد گرفتیم یک اره می سازیم، به اره ذخیره میکنیم و دوباره اینا را نشان بده. اگر ما شما بیاییم یک اره را از نوع کرکتر، چون حروف انگلیسی گفته و خاطر ما از چی استفاده میکنیم؟ از کرکتر. و بعد بر از این نام میدیم، نام از این مثلا CH میمانین، CH list میزوانین، هر چیزی که ما شما نام مادیم، میگیم که بعد سایز از این را ما شما تعیین میکنیم که سایز از این فرزن 10 تا باشه و این را مستقیما قیمت گذاری میکنیم. ما شما قیمت گذاری به این معنی که برای هر کدام از اینا ما شما کرکتر خودش را میدیم. مثلا کرکتر یک است و کرکتر بی هست، کرکتر بی هست، کرکتر سی هست مثلا، و همچنان کرکتر دیگه را داریم که کرکتر دی هست، کرکتر ای هست و کرکتر چند تا شد؟ 1, 2, 3, 4, 5. و اگر احیانا ما شما ای را بیاییم 5 تا کنیم، فعلا درست هست. خب 5 تا کرکتر ما شما در ای اره ذخیره کردیم. خب حالی که ذخیره کردیم، میشه ای را دوباره ما شما بیاییم ای را پرینت بدیم. برای پرینت دادن از اینا شما میتونید از هر رویش استفاده کنین، یا از رویشی که ما مستقیم اینا را سی اوت میکنیم و یا هم از رویشی که از حلقه فار استفاده میکنیم. هر رویشی را که ما شما خواستیم ای کار را انجام داده میتونید. مثلا میگین CH list زیرو را پرینت میتین، بعد دوباره میرین سی اوت میکنین، CH list یک پرینت میتین و همچنان بعد از او سی اوت میکنین. وقتی سی اوت کردین، CH list یا نام اره خود نوشته میکنین که از دوم هست و بعد هم همی قسمی ما شما سی اوت کرده میتونیم که CH list سوم و همچنان سی اوت میکنیم. چرا؟ CH list چهارم. خب ببینین، چون تعداد الیمنت های اره ما شما 5 هست، با او خاطر ما اندکس 0 تا 5 تا اندکس 0 تا 4 داریم. ما نمیتونیم که 5 داشته باشیم، در صورتی که 5 بیایه ایرر در این قسمت رخ میده. خب حالا اگر پروگرام رن کنیم، بر ما شما کرکترهای A, B, C, D را نشان میده، ولی همه را پالوی هم دیگر. اگر احیانا ما شما خواسته باشیم که ای را کمی فاصله بتیم، در او صورت میشه که در شروع هر کدام از اینا ما شما یک فاصله را اضافه کنیم. خب این فاصله را در شروع هر کدام از اینا ما شما کپی میکنیم که یک کمی فاصله بین دو تا را ایجاد کنیم. در این قسمت دوباره میاییم همه از اینا را، همین قسم یک فاصله را قبل از اینکه دیتا پرینت شوه ما میگذاریم. ببینین دیتایی را که ما شما آل پرینت میکنیم A, B, C, D, E هست، یعنی دیتا هایی که ما شما در یک اره ذخیره کردیم و همه را هم با یک فاصله دار در این قسمت آورده. چیز دیگه ای را که ما شما میتونیم به جای از این، میتونیم از یک حلقه فار استفاده کنیم. حلقه فار را میگیریم که NAT I مساوی میشه به 0 تا I کوچکتر است از چی؟ لنت منفی 1. به او خاطر ما ایره 5 میگذاریم، این مساوی علامت مساوی را نمیگذاریم. در صورتی که علامت مساوی را بگذاریم، باید آی کوچکتر و مساوی به 4 بگذاریم. خب و هر دفعه هم آی چی میشه؟ پلاس پلاس. ما شما بیاییم از همه از اینا فقط یک از اینا را به انتخاب میکنیم که به داخل حلقه بیاریم، سایز بقیه همه از اینا را میتونیم چیکار کنیم؟ دیلیت کنیم. و بعد در جای اندکسی که قبلا 0 1 2 3 4 مشخص بود، حالا ما میاییم عدد آی پرینت میتیم که دوباره وقتی به آوتپوت میره عین دیتا هایی را که قبلا ما شما در اونجا دیدیم ای هم به آوتپوت روان میکره که A هست، B هست، C هست، D هست و E هست.
خب این بود از مثالی که ما شما در این قسمت داشتیم. میریم روی قسمت دیگه ای از پروگرام خود که پروسیس کردن اره ها یا صف ها هست. برای پروسیس کردن اره ها یا صف ها همیشه ما از حلقه ها استفاده میکنیم. هدف از پروسیس ها هم همی هست که شما هر کاری را که با حلقه ها با اره ها یا صف ها داشته باشین از حلقه ها استفاده کنین. قبلا ما شما در شروع لکچرهایی یا در شروع لکچری که در ای فصل داشتیم گفتیم که اره یا صف فقط به خاطر یک دیتا نیست، حتی به خاطر دو دیتا نیست، به خاطر سه دیتا نیست. اگر به خاطر یک دیتا یا دو دیتا یا سه دیتا باشه، میشه ما و شما به جای از این از وریبل ها استفاده کنیم. زمانی ما میتونیم از یک اره یا از یک صف استفاده کنیم که ما تعداد زیادی از دیتا ها را داشته باشیم. پس به خاطر پروسس کردن تعداد زیادی از دیتا ها، اینا را ما چی به آوتپوت بدیم چی به اینپوت بگیریم، همه از اینا به صورت منوالی کار بسیار مشکل هست. به او خاطر هست که ما برای هر کاری که روی یک حلق روی یک اره انجام میدیم، بعد از این ما شما میتونیم از حلقه استفاده کنیم. دیگه منوالی یا استاتیکلی کدام کار را انجام نمیتیم مگر اینکه با حلقه. بیایم در اینجا ما شما چندین مثال مختلفی را به خاطر از این کار میکنیم. یکی انیشیالایز کردن اره که از یک پوت بگیریم، بعد انیشیالایز کردن یک اره از طریق یک رندم والیو و همین قسمی ما شما ادامه میتیم. چندین مثال دیگه را هم کار میکنیم. خب در اولین مثال ما شما یک اره میسازیم که دارای مثلا 5 یا 10 تا المنت باشه و این 5 تا یا 10 تا المنت از یوزرها بگیره و قیمت گذاری کنه. خب ما میاییم روی از اینکه اول اره خود معرفی میکنیم. به خاطر اره معرفی کردن اول تایپ اره را مشخص میکنین که از کدام تایپ باشه، بعد بر اره خود نام میتین. مثلا نام از اره را ما میتونم 10 هست سایز، و بعد سایز از اره را مشخص میکنم که سایز از اره را من فعلا 10 تایپ میکنم، و بعد قیمت ها را ما چون از یوزر میگیریم یا پروسس کردن دیتا ها در روی یک صف هست، بیاییم از حلقه فار استفاده کنیم که انرژی آی مساوی میشه به 0 تا آی کوچکتر است از چی؟ از لیست، و هر دفعه هم آی چی میشه؟ پلاس پلاس. خب ما شما حلقه فار را که در اینجا استفاده کردیم، میاییم از یوزر میخواییم که برای هر کدام از اینا به صورت جداگانه دیتا را بده تا ما برای هر الیمنت از این ذخیره کنیم. میگیم پلیز انتر ا نمبر. وقتی نمبر ما شما از یوزر گرفتیم، این نمبر مشخصا CN میکنیم در کجا؟ در روی اره. اره ما شما نامش چی است؟ لیست است. برای کدام ایندکسش؟ برای ایندکس آی. چرا ایندکس آی؟ به خاطر که آی در دوره اول صفر است، ایندکس صفروم از قیمت گذاری شوه. آی برای دوره دوم یک است، ایندکس یکوم از قیمت گذاری شوه. آی برای دوره سوم دو هست که ایندکس دوم از قیمت گذاری شوه. به خاطر ما شما اینا را قیمت میدیم. وقتی این پروگرام را رن کنیم، دیتا ها را از ما شما میخوایم. خب دیتا ها را از ما شما میخوایم، ولی ممکن هست که دیتا هایی را که از ما شما خواسته ای را در یک اره ذخیره کنه، ولی پس بر ما شما نشان داده نمیتونه. مثلا ما 56 78 90 87 65 43 56 45 همه قسمی تمام تا 10 عدد ما شما وارد میکنیم. وقتی تمام 10 عدد وارد شد، ببینین که کامپیوتر هیچ کاری را انجام نمیده. چرا؟ به خاطر که ما گفتیم فقط یک اره را کرییت کو، دیتا ها را از یوزر بگیر و روی از او ذخیره کو، ولی تا هنوز هیچ چیزی به کامپیوتر نگفتیم که ایرا پرینت کنه. پس ما میاییم در قسمت دیگه از دستورات خود که بگوییم دیتا هایی که در داخل امی اره هست دوباره برای ما پرینت کنه. میگیم آی مساوی به 0 تا آی کوچکتر است از 10 و هر دفعه هم آی چی شوه؟ پلاس پلاس. خب برای پرینت کردن از اینا ما شما سی اوت استفاده میکنیم و اول نامی اره خود میتیم و اندکس از زیر آی تعیین میکنیم. آی به خاطر که اول اندکس یکم پرینت بتا، دوم، سوم، چهارم، پنجم همین قسمی به ترتیب تمام است. چون همه از اینا را پشت سر هم پرینت میتم، و شما خوب است که در این قسمت مثلا یک فاصله ای به اندازه 3 اسپیس یا 4 اسپیس بگذاریم تا یک دیتا ها را از همدیگر فاصله بده. خب وقتی پروگرام رن کنیم، ببینیم که از ما و شما دیتا را میخواید. این 10 تا دیتا را وقتی ما وارد کردیم، به ترتیب همه از اینا را دوباره پس عین دیتا ها را برای ما شما نشان میده. ببینید این قسمت
امو دیتا ها دیتایی را که ما اول 56 وارد کردیم در اره دوباره در 56 گذاشته، امی قسمی 34 را دوم 56 78 90 98 تمام دیتا ها به مو ترتیبی که ما به کامپیوتر وارد کرده بودیم به مو ترتیب دوباره برای ما از طریق اره نشان داده میشه. خب میایم روی مثال دیگه ای که حالا ما در این مثال آمدیم دیتا ها را از یوزر ها گرفتیم، میایم در مثال بعدی دیتا ها را به صورت رندملی میگیریم یا به صورت تصادفی میگیریم. در صورت تصادفی به این معنی که ما یک رنج اعداد تعیین میکنیم، از بین از رنج اعداد یک عدد به صورت تصادفی تعیین شود. عدد تصادفی را ما و شما در چپتر آینده بیشتر رویش گپ خواد زدیم، ولی حال برای فعلا اگر برتان بگویم این است که ما رنج از اعداد تعیین میکنیم و از بین از رنج از اعداد یک عدد بدون از اینکه تصمیم ده او گرفته شود که او عدد کدام عدد باشه انتخاب میشه. مثلا ما رنج اعداد بین یک تا ده را تعیین میکنیم، یک کسی را مثلا میگیم که تو یکی از اینا را انتخاب کن، او بدون از اینکه بفهمه ما کدام عدد انتخاب میکنه او را انتخاب کنه، یعنی عدد ما میگیم عدد تصادفی هست. خب به خاطر از اینکه ما بتانیم ای اره فعلی خود از طریق اعداد تصادفی قیمت گذاری کنیم، دوباره از حلقه فار استفاده میکنیم. چرا از حلقه فار؟ به خاطر که حلقه فار به خاطر تمام پروسس های روی اره استفاده میشه. فقط تنها قسمتی را که ما از اینجا حذف میکنیم قسمت مسیج است که ما به یوزر میدیم. و بعد پیش از اینکه ما وارد حلقه شویم، ما و شما چون عدد تصادفی داریم اسرند را استفاده میکنیم و به خاطر استفاده کردن از اسرند ها هم شما خبر دارین که ما چند لایبرری را در اینجا انکلود میکنیم، یکی stdlib هست و یک لایبرری دیگه را هم که ما در اینجا انکلود میکنیم او لایبرری به نام چی هست؟ تایم هست. خب دو تا لایبرری را انکلود کردیم. وقتی دو تا لایبرری را انکلود کردیم، حالا میاییم از تایم استفاده میکنیم و ای و قیمت تصادفی خود را تعیین میکنیم که چی باشه. خب اسران را داریم. حالا قیمت هایی را که ما در اینجا میگذاریم دیگه از سی این نمیگیریم، بلکه از کجا میگیریم؟ میگیم که لست آی مساوی شود به رنجی چی؟ خب رنجی که با بالا ما شما تعیین کردیم. خب موری چند بگیریم؟ اگر تعیین کنیم که عدد تصادفی بین یک تا ده باشه موری شبا ده میگیریم، اگر تعیین کنیم که عدد تصادفی بین یک تا بیست باشه موری شبا بیست میگیریم. مثلا ما میخواییم عدد تصادفی ما و شما بین عدد یک تا بیست باشه، به او خاطر در اینجا موری شبا بیست گرفتم. حالا اگر این پروگرام ما رن کنم، دوباره شما ببینین که عدد تصادفی را بین یک تا 20 تعیین میکنه. ببینین در بین اعدادی که ما و شما در قسمت داریم هیچ عدد کوچکتر از صفر نداریم و هیچ عدد بزرگتر از 20 نداریم، یعنی تمام اعداد به مو رنجی که ما برش تعیین کردیم به مو رنج برای ما و شما میایه و نشان داده میشه. مثلا 6 هست، 17 هست، 14 هست، 10 هست، 6 و همی قسمی تا 8. اگر این پروگرام شما دوباره رن کنین، دوباره قیمتایی را که بر اینجا میبینین تغییر میخوره برای ما شما. خب اگر ببینین ما وقتی از ای اسرند استفاده میکنیم به این معنی که قیمت هر بار تغییر کنه. اگر قیمتی اسرند ما نداشته باشیم هم این کار میکنه، ولی قیمت ها هر باری که ما و شما ای را استفاده میکنیم قیمت ها عین چیز میباشه. مثلا 1F14094 هست. ببینین اگر ما دوباره ای را رن کنم پس همون چیز میاید. به او خاطر است که ما همیشه از میتودی به نام اسرند استفاده میکنیم و همچنان برای اسرند در قسمت پارامتر از تایم تعیین میکنیم که همیشه به اساس تایم پارامتر خود تغییر داده بره. خب قسمت بعدی میاییم روی حلقه فار. در حلقه فار چون تعداد الیمنت های ما و شما ده هست، ای را اندکسش از صفر شروع میکنیم تا ده را و هر دفعه میگیم آی پلاس پلاس شوه و قیمتی که برای از این قیمت گذاری میکنیم لست آی، چون آی دفعه اول زیرو هست لست زیرو، آی دفعه دوم یک هست میشه لست یک، همین قسمی لست دو، لست سه و لست چهار تا لست دهم و قیمتی که میگیره رندملی باشه و این قیمت هم بین عدد یک قرار داشته باشه و تا عددی 20. و او خاطر ما و شما در این قسمت ایره قیمت گذاری میکنیم که عدد ما و شما چی باشه؟ بین یک تا 20 باشه. خب این مثال ما و شما کار کردیم و
در قسمتی که برازی اعداد را که دادیم اعداد هم تصادفی هست، یکی از پروسس های اری بود و در مثال های بعدی ما شما در اری ها یا در پروسس های دیگه از اری هم آشنا میشیم. تشکر از توجه شما.